به ولی فقیه ارتجا مسعود رجوی 30 خرداد 1388. رود خروشان خون شهیدان در میهن اسیر از 30 خرداد 1360 تا همین امروز 30 خرداد 1388 جریان دارد. گزارش ها تا حوالی نیمه شب در شنبه 30 خرداد حاکی از این است که ولی فقیه ارتجا به دنبال خط و نشان کشیدن های دیروز به کشتار و سرکوب گسترده روی آورده است. بنابر آمار تقریبی ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، امروز و امشب بیش از 3000 نفر در تهران و شیراز و اصفهان و رشت و کرمان و بندرعباس و تبریز دستگیر و به همین تعداد هم مجروح یا به شدت مصدوم شدند. شهیدان قیام در تهران و شهرهای دیگر بیش از 90 نفر است. در تهران گارد ویژه وحشی ولایت فقیه حتی از ساکنان خانه هایی هم که به مجروحان پناه دادند زهر چشم می گیرد. بسیجی های 14-15 ساله نیز به فرمان خامنه ای با سلاح های ساچمه ای به جانب مردم شلیک می کنند. در چندین گزارش آمده است که با هلیکوپتر بر روی سر مردم مایه ای ریختند که باعث سوزش و سوختن شدید می شود. در تهران استخوان های یک مرد کهنسال را زیر ضربات باتون شکستند. این همین جنایت در شیراز در مورد یک زن کهنسال تکرار شده و اعتراض همه شاهدان صحنه را برانگیخته است. شهرهای آمل، عراک، اهواز، اردبیل، ارومیه، بناب، بیرجند، بوشهر، بابل، بابلسر، بندرعباس، جهرم، خرم‌آباد، زاهدان، زنجان، قم، سیرجان، سنندج، شاهرود، شهسوار، قزوین، کرج، کرمانشاه، کاشان، گچساران، یاسوج، همدان، ماهشهر، مریوان، مشهد و یزد بسیار پر التهاب هستند. به خاطر قطع ارتباطات دریافت گزارش بسیار دشوار و با تأخیر همراه است. هدف از قطع انواع ارتباطات لابد این است که دل نازک اختاپوس ولایت از انتشار خبرها و تصاویر جنایتها در سراسر جهان کمتر به درد بیاید. امروز اما دنیا تصویر یک ندای معصوم و مظلوم دیگر را بر صفحات تلویزیون به چشم دید که در امیرآباد تهران پدرش در آخرین دم بر بالین دختر به او می گفت ندا نترس. این با ششمین سال روز پرکشیدن ندا حسنی همزمان بود. مشعلی فروزان و جاویدان در آستان فرشته آزادی در کودتای 17 جوان برای سربریدن مقاومت ایران. انگار که خون شهیدان، تمامی شهیدان و جاودان فروغ‌های 28 سال گذشته
امروز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران در جوشش است. قیام امروز مردم تهران و جوانان اشرف نشان در سراسر ایران به راستی کوبنده‌ترین پاسخ به ولی فقیه ارتجا در روز گذشته بود.